سلام، حال احوالتون چطوره؟ اومدم با یه آموزش که میتونه براتون خیلی مفید باشه. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری مثلث ببافید. خب برای بافتن مثلث شما نیاز به تعداد زنجیره دارید. حالا من جای مقداری زنجیره زدم فقط برای اینکه کار رو بهتون نشون بدم. شما هر چقدر که دوست دارید میتونید زنجیره بزنید. بعد از اینکه زنجیره زدیم میریم برای مرحله بعدی. بعد از اینکه تعداد زنجیرهای مورد نظرمون رو زدیم، دقیقا از زنجیره قبلی همطور که ملاحظه میکنید شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. این پایه کوتاه رو ادامه میدیم تا تمام زنجیرهامون تمام بشه. خب از زیدلم، وقتی که همه دونه هامونو بافتیم دیگه میریم برای رجبت. حالا من یک دونه زنجیره آخر رو هم میبافم تا بهتون بگم که چی کار بکن. این رجی که داریم میبافیم میخوام نحوه کم کردن کار رو بهتون آموزش بدم. خب الان ما یه زنجیره میزنیم، کارمون رو برمیگردونیم و نکته مهم دقیقا همینجاست. شما میاید توی این رج کار رو کم میکنید. ببینید، میاید دوتا زنجیره اول رو با هم میگیرید، همونطور که توی تصویر مشخص هست میبینید سه تا نخ رو قلابه و سه تا نخ رو با هم میکشین. اینجوری به اصطلاح میگن کارمون کم شده. شروع میکنید به زدن پای کوتاه تا برسیم به دوتا زنجیره آخر کار که اونجا هم ما دوباره نیاز به کم کردن کار داریم. رسیدیم به دو تا زنجیره آخر کار. همونطور که اول رج کم کردم، آخر رج هم دو تا زنجیره کم کنم. ببینید سه تا نخ رو با هم میکشن. این میشه نحوه کم کردن و توی هر رج ما این کار رو انجام میدیم و خب به قول معروف هی کارمون جمع میشه و حالت مثلث به خودش میگیره. فقط یه نکته ای رو بهتون بگم، اگر شما میخواین کارتون بزرگتر باشه حتما یک رج تکرار ببافین، رج بعدی کم کنید، دوباره رج بعد تکرار و رج بعد کم کنید. اینجوری هم کار بزرگتری دارید هم که مثلثتون قشنگ ایجاد میشه. عزیز دلم دقت کنید، ببینید کار داره حالت هشت به خودش میگیره، یعنی داره مثلثمون ایجاد میشه، یعنی ما کارمون رو داریم درست انجام میدیم. عزیزانم همینطور که نحوه کم کردن رو گفتم، توی هر رج کم کردن رو ادامه میدین تا کارمون شکل بگیره.
همینطور که میبینید دیگه کار ما به اتمام رسیده و آخرین پایه یعنی نوک هرم ما، نوک مثلث ما، فقط یک پایه کوتاه میمونه. عزیزای دلم یه نکته رو بهتون بگم، من این بافت رو فقط برای نمونه بافتم تا شما آشنا بشین با نحوه بافت مثلث، ولی اگر شما میخواین کار بزرگتر داشته باشین، خب تعداد زنجیرهای بیشتری به کار میبرین و همونطور که گفتم رج تکرارتون رو انجام میدین، یعنی رج اول رو ساده بافی میکنین، رج بعد کم کن، رج بعد دوباره ساده بافی، رج بعد کم کن، اینجوری مثلث خیلی بزرگتری دارید. موزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.